آمال فصل 25. فستوس 3 روز بعد از آن که زمام امور را در دست گرفت از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود تهمتها و دعاوی خود را بر ضد پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که به آنان لطف نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را بین راه به قتل برسانند. فستوس جواب داد: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا بر می گردم. بنابراین کسانی از شما که بر ایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است بر ضد او اقامه دعوا نمایند. فستوس تقریبا 8 یا 10 روز در اورشلیم بسر برد و سپس به قیصریه مراجعت کرد. روز بعد در محکمه حضور یافت و امر کرد پولس را بیاورند. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و تهمت‌های سخت بر ضد او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت: من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شده ام و نه بر ضد خانه خدا یا امپراتور اقدام کرده ام. اما فستوس که می‌خواست مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت: آیا می‌خواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟ پولس جواب داد: من هم اکنون در محکمه امپراتور، یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم، استادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی بر ضد یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کار کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ سرکشی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمالی که این اشخاص به من نسبت می دهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا می کنم که امپراتور شخصا به دوسیه من رسیدگی نماید. فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود جواب داد: حالا که از امپراتور دادخواهی می کنی و پیشگاه امپراتور خواهی رفت. پس از مدت اغریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند، و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت: یک زندانی در اینجاست که فلیکس او را به من تحویل داده است. وقتی به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و کلانهای یهود از او رسما به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من به آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهم را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این تهمت‌ها از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدند، من بدون تلف وقت در روز بعد در محکمه حاضر شدم و امر کردم او را بیاورند. وقتی مدعیان او برخواستند و بر ضد او صحبت کردند، او را به هیچ یک از جرم‌هایی که من انتظار داشتم ملامت نساختند، فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می کند زنده است اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور دودل بودم، از او پرسیدم که آیا می خواهد به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود. اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور و کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من امر کردم او را تحت نظر نگه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور امپراتور بفرستم. اغریپاس به فستوس گفت: بسیار آرزو دارم شخصا سخنان او را بشنوم. فستوس جواب داد: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید. روز بعد اغریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از قماندانان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت: اعلی حضرت اغریپاس و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چی در اورشلیم و چی در اینجا پیش من از او شکایت کرده اند و با فریاد خواستند که او نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد، ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم.
و چون مطلب مخصوص ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما اعلی حضرت اخری پاس آوردم تا در نتیجه این تحقیقات مقدماتی بتوانم مطلب تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون اسناد کافی به نزد امپراتور بفرستم.